درود دوستان گرامی، با یکی دیگر از قسمت‌های گرداتش در خدمتون هستیم. امروز مهمون عزیزی داریم به نام سینا. سینا پایه‌گذار مدرسه بیت کوین هست و خب از خودت میخوام که در مورد پیش‌زمینه خودت بیشتر توضیح بدی. توی پادکستات حالا تونستم یه ایده کلی از نحوه آشنایی با بیت کوین، سابقه کاری تو اینها چیزهای اطلاعات بیرون بیارم، ولی خب از زبان خودتو یک جا بشنویم بهتره. سلام، خیلی خوشحالم که با هم فرصتی هست که گپ بزنیم. منم تا اونجا که دیدم کارهایی که شروع کردی راجع به بیت کوین و پادکست و اینها خیلی جالبه و امیدوارم همینجوری با انرژی ادامه بدی. راجع به سوالت، والا اینکه حالا اگر چجوری آشنا شدم با بیت کوین، شاید بگم مثلا حدود سال 2015 اینا بود که من راجع به تکنولوژی بلاکچین یه مقدار مطالعه می‌کردم، به خاطر اینکه توی یک پروگرام مربوط به زنجیره تأمین و سپلای چین و اینا بودم و اونجا برای ما جالب بود که ببینیم این تکنولوژی بلاکچین میتونه برای افزایش ترانسپرنسی و تریس کردن محصولا و اینها استفاده بشه یا نه. که مثلا یکی از پیشنهادهایی که اون موقع مطرح بود این بود که از این بلاکچین بیایم استفاده بکنیم برای اینکه مبدأ یک کالا رو بتونیم تشخیص بدیم. مثلا اگر یه مقدار شما قهوه می‌خرید در یک مغازه‌ای در آمریکا، بتونی مزرعه ای که این در اونجا رشد کرده رو بتونی مثلا با یه اسکن کردن کدی به دست بیاری، که مزیتش اینه که به هر حال میتونی سرتیفای بکنی، میتونی بگی این مزارعه ای که یه سری کارا رو رعایت میکنن، مثلا چیزای سمی و اینا استفاده نمیکنن، یا خیلی لیبل داریم دیگه، لیبل های مختلف سستینبلیتی و نمیدونم ارگانیک و فیر ترید و هزار تا چیز دیگه. مثلا اگر محصولات معدنی باشه برامون مهمه که اون معدنش مثلا هیومن چاید لیبر و کار کودکان اینا توش نداشته باشه. برای همین مهمه که محصولی که امروز ما میخریم باید بفهمیم که از کجا آمده، و این چون خیلی مشکل و دست به دست میشه بین شرکت ها و اینا، این اطلاعات رو ما نداریم. معمولا هیچ شرکتی جز مثلا اونی که مستقیم ازش میخره نمیدونه که دیگه بقیه چی بود، مثلا اون طرف از کجا خریده اینا مشخص نیست. خلاصه حالا این توضیح طولانی بود که اصلا ما چرا تو این فیلدی که من هستم، چرا ما علاقه داشتیم مثلا به بلاکچین و اینا. ولی خب بعد از اینکه یه مقدار مطالعه کردم، من زیاد متوجه نشدم که بلاکچین میخواد چیکار بکنه اینجا، و زیاد رو من تمرکز نکردم و گذشت تا چندین سال بعد که دیگه دوباره برگشتم به این فضا و یه نگاه جدیدتر کردم. تازه اون موقع بود که پول، یعنی ماهیت پولیش برام خیلی جالب تر شد و کم کم متوجه شدم که بلاکچین بدون پول خیلی مشکله که آدم بتونه واسش یه کاربردی پیدا کنه. دوباره سالها بعد ما یه کنفرانسی بودیم در حوزه بلاکچین بود بازونم، و اونجا هم همین بحثا بود، و مثلا بعد چندین سال که از اون آشنایی اولی من گذشته بود، باز از اول همه این صحبت‌ها داشت می‌شد که آقا بلاکچین میاد این کارو می‌کنه اون کارو می‌کنه، و ما هر چی با اون مثلا مهندسای اونجا صحبت می‌کردیم و اینا، اونایی که واقعا می‌دونستان می‌گفتن که ما هنوز چی کاربردی ندیدیم. اون شرکتایی هم که استفاده می‌کردن چیزی بیرون نردن که مثلا آدم بتونه بعد از این همه سال بگه که خب مثلا این ارزش ریسرچ و تحقیقات و اینا داره. ولی حالا به هر حال اینجوری شد که من علاقمند شدم به این حوزه، و ولی خب تا یه مدت زیادی منحرف بودم در یه فضاهای، یعنی آشناییم طوری بود که اصل موضوع و اصل اهمیت بیت کوین و اینها رو درک نکرده بودم، و در واقع اون جایی که من فهمیدم که در واقع چه تأثیرات اجتماعی میتونه داشته باشه، و اینی که این تکنولوژی که هستش واقعا قدرت اینو داره که اون ایدئالهاش رو به نتیجه برسونه، اونجا بود که واقعا اون کلید چراغش روشن شد برای من، و دیگه از اون لحظه بعد
ساعت‌ها وقت من گرفته در هر روز و هر روز دارم یاد میگیرم در موردش. اون نقطه عطف چی بود که باعث شد که همه چراغ روشن بشه؟ والا یه پروسه چند ماهه من درگیرش شدم که کم کم داشتم فکر میکردم که مثلا فکر میکردم که این تکنولوژی چجوری که چون ببین این که ببینی چجوری کار میکنه پیچیده است یه مقدار، چون مثلا باید هم از لحاظ تکنولوژی بفهمی یه مقداری چی شد که من یه خورده بک‌گراندش رو داشتم، هم مثلا چون به کد نویسی علاقه دارم به عنوان یه آدمی که برنامه نویس نیست ولی میتونه تا یه حدی بفهمه این فیلد رو، یه مقداری هم مثلا کلاس‌های کریپتوگرافی و اینا پاس کردم قبلا، بیسش رو داشتم، ولی باز میگم بیشتر شاید اینطوری بگم که بحث اقتصادیش رو نمیفهمیدم، یعنی اصلا برام جالب نبود، چون در واقع من از یه دید ریسرچ به این قضیه وارد شدم، بحث سرمایه گذاری اینو برام اصلا مطرح نبود، ولی خب به مرور زمان متوجه شدم که ماهیت پولی این بلاکچینی که داریم ازش صحبت میکنیم اصل قضیه اونجاست. و اینو که وارد این بحث پولی شدم یه مقدار مطالعه کردم که واقعا این بالا پایین رفتن قیمتش دلیلش چیه، چون من یه شخصیتی هم که دارم از رفتار گله‌ای همیشه فرار میکنم، یعنی مثلا وقتی که 2017 من دیدم قیمت بیت کوین اونقدر رفت بالا همه راجبش صحبت میکردن، من اینجوری بودم که چیزی که تنها دلیلی که آدم ها میرن سراغش اینه که از بقیه شنیدن که این خیلی گرون میشه و میشه پولدار شد و اینا، و بعد خب این برام مثلا رد فلگ بود، منو دور میکرد. بعد از اینم که خورد زمین دوباره همجوری بود که باز به این فکر تو این فکر بودم که خب ببین اون آدمایی که اونطوری وارد این شدن بدون آشنایی واقعا این اسپیکولیشن و اینا به نظر من همیشه یه فعالیت مضر اقتصادی بوده، هیچ وقت دوست نداشتم مثلا درگیر سفت بازی و بخر بفروش و اینجور چیزا بشم، و اینا باعث میشه مثلا راجع به قیمت و رشد قیمتش خیلی دید منفی داشتم که فکر کردم حبابه و اینها. یه مقدار که بیشتر مطالعه کردم دیدم نه واقعا، یعنی اون تز اقتصادیش رو که خوندم دیدم نه واقعا انگار یه چیزی اینجا هست که ساپورت میکنه یا توجیه میکنه افزایش قیمت بیت کوین، و اون رو خیلی راجبش مطالعه کردم که مطمئن شم واقعا این چیزی که الان این ماجیک اینترنت مانی یا این پول مجازی اینترنتی چی میگن بهش جادوی. پول جادویی یهو منفجر نمیشه، مثلا یهو از بین نمیره، صفر نمیشه، خیلی رو اینا دقت کردم بررسی کردم، مثلا بیشتر به این سناریو فکر میکردم که چه چیزایی میتونه بیت کوین رو شکست بده، شاید مثلا 20 تا موضوع رو بهشون فکر کردم یا با آدم ها صحبت کردم و دونه دونه اینا رو هی از بین بردم، و مثلا آخری ها و قوی تریناش این بود که خب همه این کارا رو بیت کوین میکنه، موفق میشه و اون وقت دولت جلوش رو میگیره، باز اینا هم اونقدی بررسی کردم تا یه دلایل قوی پیدا کنم که نه این اتفاق نخواهد افتاد یا حداقل احتمالش پایینه، و بعد تازه اون موقع بود که واقعا به این نتیجه رسیدم که وارد شدم به این حوزه ریسکش قابل قبوله، و دومن که این تکنولوژیش با دوامه، حالا به غیر از بحث این که مثلا پول بذاری و یه گرون بشه و نمبر گو آپ و اینا بشه، غیر از اون برای من مسئله این بود که این واقعا قابل شکست دادن نباشه، مثلا اون بحث عدم تمرکزش و این که اصولا عدم تمرکز رو نمیشه با روش های متمرکز شکست داد، اینا به من این اطمینان میداد که این با دوام خواهد بود و زنده خواهد موند برای مدت های طولانی، و بنابراین اگر که مثلا ما فکر میکنیم که یک پول جدیدی رو ارائه میده و یک نوع مدل اقتصادی جدیدی رو برای ما ممکن میکنه، چیزی نیست که فردا از بین بره، و یکی اینها بود. یه بحث دیگه هم بود که من با کامیونیتی بسیار هاردکور، فارسیش چی میشه، کامیونیتی بسیار سرسخت بیت کوین آشنا شدم و دیدم اینا واقعا آدمایی هستن که سرشون هم بزنی بیت کوینشون رو نمیتونی بگیری،
و اینا هم به این اطمینان رو من میداد که این کامیونیتیش اونقدر قوی هست و آدم ها اونقدر عاشق این هستن. مثلا آدم هایی هستن که 10 سال عاشقن، میدونی از صبح تا شب دارن روی این کار میکنن. آدم هایی هستن که زندگیشون فروختن، مثلا خونه میخواسته بخره نخریده، ماشین میخواسته بگیره نگرفته، توی ماشین درب داغون 20 سال پیش رفت آمد میکنه، ولی چقدر بیتکوین، مثلا از نظر بیتکوین میلیونره. و اینا مثلا آدم هایی بودن که شاید از 5-6 سال پیش اون ویژن و اون دید داشتن که میدونستن که این آیندهش کجاست، و اینها همچنان هستن و هم هر روز هم بیشتر میشن. و خلاصه این چیزهای مختلف بود که به من این اطمینان داد که این واقعا یه تکنولوژی که تحول ایجاد خواهد کرد. و نمیتونم بگم که مثلا یه اتفاقی لحظه‌ای بود، ولی بیشتر میتونم این شکلی توضیح بدم که مثلا 20-30 تا مشکل تو ذهنم بود، هر چند وقت یه بار یه دونه از اینا حل میشد تا اینکه دیگه واقعا اعتماد پیدا کردم بهش و جدی وارد شدم. بعد به خاطر این سختی هایی که خودم در یادگیری کشیده بودم، این فریبی که مثلا میگم خوردم تو ابتدای قضیه که دنبال این بلاکچین و اپلیکیشن ها بودم، خب ما گناهی نداریم که ما میریم از منابعمون ریسرچ میکنیم و منابع مثلا 95% نوشتن که بلاکچین برای تریسیبیلیتی محصولات خوبه و آدم ها خب اون در دیدگاه اول منبع اطلاعاتشون وقتی غلط باشه تصمیمات اشتباه میگیرن و از فرصت ها محروم میشن و این برای من خیلی چیز بود که مثلا کمبود اطلاعات چقدر میتونه هزینه بر باشه واسه آدم هایی که میتونن وارد این حوزه بشن، یه کمکی بکنن، یه کاری بکنن، یا حداقل پولشون رو سیو بکنن. و به خاطر همین اینا، همه اینها شد مبنای همین درست کردن این مدرسه بیت کوین و اینکه بالاخره خودم هم یه سهمی ایفا کنم در منتشر کردن اطلاعاتی که به نظر خودم در طول زمان اطلاعات خوبی بودن. در مورد جامعه بیت کوین، کلا جامعه بسیار همینجوری که گفتی سرسخت و بسیار شکاکن به هر چیزی که توی رسانه‌های جریان نسلی یا به عبارتی مینستریم گفته میشه و خیلی از دوزاری‌های آدم که میفته با گردش توی همین کامیونیتی هاست، توی همین جامعه هاست و همون شت پوستینگ ها، همون میم ها یا مم ها فکر می‌کنم توی فارسی میگن، همون مم هایی که پخش میکنن، بعضیاشون گویا هست به اندازه چند تا کتاب اقتصادی خوندن، کنار هم که میذاری یه معنای خیلی بزرگی رو باید القا میکنه و واقعا هیچ جامعه رو به پویای جامعه بیت کوین ندیدم. یعنی فقط یه جزءش هست که در مورد بیت کوین صحبت میکنه. در کنار بیت کوین همینجور که اشاره هم کردی، خب اون بحث تکنولوژیکالش و فناوریش رو هم که بذاریم کنار، اون بحث اقتصادیش هست. بحث اقتصادی رو هم که بذاری کنار، میبینی یه همگرایی باوری دارن که خیلی عجیبه. که وقتی که یه نفر میگه من به بیت کوین علاقه دارم، میدونم که واهم میریم بیرون، میتونیم یه قرار بذاریم بریم بیرون، کلی هم خوش میگذره، کلی هم توی موارد دیگه احتمالاً با هم همگرایی باور داریم، همگرایی عقیده داریم. همینجور چیزی رو هم تو میبینی که حالا خیلی که من دنبال میکنم اکثرا گوشتخارن، اکثرا دیدگاه های نقادانه ای دارن نسبت به نحوه برخورد با پاندمی اخیر. حالا یه جوری هم دارم میگم که پادکستمون رو چیز نکنن، دستکاری نکنن، خودمون از قبل کنسلش میکنیم، آره کنسل نشیم. یا در مورد تغییر اقلیم، هر کدوم از این چیزا میبینی که رسانه های جریان نسلی چیزی میگن، اینها اون سرمنشه اصلیش رو گرفتن از اونجا، از مثلا thinking from first principles، از اون پایه های بنیادی شروع میکنن به فکر کردن و این عقایدشون رو بیان بنیان کردن و به نتایج متفاوتی میرسن و اتفاقا نتایج هم خیلی وقتا با هم همگرایی داره و خیلی از بیتکوینرها توی خیلی چیزا با هم هم باورن. حال میخوام بدونم که تجربه تو از آشنایی تو اکسپوژرت، حالا واژه اکسپوژر ببین، آره متوجهم چی میخوای بگی. من دید خودم رو میتونم بگم که لزوما ممکنه دید بقیه نباشه، ولی
فکر میکنم تا حدی هست. ببین ماها یک نوع خاصی شاید نگاه میکنیم به جامعه. من خیلی دوستم برگردم به این شعری که مولانا داره میگه که مرد را اگر، فکر میکنم مولانا میگه مرد را اگر دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است، که اینو شهرام ناظری هم یه چیز خیلی جالبی داره. اینا عشقای من بودن توی دوران دبیرستان. و یه ببینید یه چیزی، یه شعله‌ای بوده در ما که یه اشکالی میدیدیم در سیستم. مثلا من خودم به هر حال تو حوزه بیزینس بودم، حتی تحصیلاتم و اینا، و یه سری چیزایی رو نمیفهمیدم. مثلا بحثی که اصلا علت تورم همیشه برام سوال بود و هیچ جا بحثش نمیشد، به هیچ عنوان هیچ جا مطرح نمیشد که اصلا تورم چطور اتفاق میفته. و شما کلاساش هم برداری، کلاس های اقتصاد هم برداری، اینا همش مفروض گرفته میشه که مثلا اینها هست، حالا ما در داخل سیستم فعلی میخوایم کار. یعنی کسی فکر نمیکنه که خارج از سیستم رایج امروز چه میشه کرد و آیا اصلا اشکالی داره یا نه. این سوال هایی جمع میشده در ذهن من و اینا بوده، اون گوشه چیزایی بوده که نمیفهمیدم و راضی نبودم از این که نمیفهمیدم. و حالا خیلی میتونم نام ببرم چیزای مختلفیه. و و و اینها مثلا یه مقداری حالت آزاردهنده هم هست، چون من شخصیتا آدمی هستم که خب من محقق هستم دیگه، دنبال این هستم که مسائل رو بفهمم و وقتی یه چیزی نمیفهمم همیشه اذیتم. یه مثال بعد، مخصوصا بحث‌های پولی و اقتصادی که میشه، فقط هم صرفا علاقه‌مندی آکادمیک و اینها نیستش، بحث تأثیر رو زندگی مردم هم. و آدم خودش هم لمس میکنم. مثلا من خودم زمانی که میخواستم از ایران بیام آمریکا، من همیشه آدم سیوری بودم، یعنی همیشه آدمی بودم که خیلی به بلند مدت فکر میکردم، که اون چیزی که بعدا اومدم مطالعه کردم دیدم در اقتصاد بهش میگن تایم پرفرنس، یعنی میگن خیلی لو تایم پرفرنس، آدمایی که امروز خیلی سرمایه‌گذاری میکنن که در بلند مدت به دست بیارن. و من چندین سال مثلا کار کرده بودم و از هزینه های مختلف زده بودم و اینها، پول جمع کرده بودم که یه مهاجرت بکنم و اینها. بعد با یک حرکت نابخردانه این دولت‌های درگیر یهو ارزش ریال یک سوم شد. خب این عملاً مثلا یهو تاثیر زیادی میذاره روی احتمالاً یادم دیگه. همون احتمالاً به اون حمله به سفارت داری اشاره می‌کنی درسته؟ نه نه، این یکی از همین توی نمیدونم چه هولو، مثلا بین 2010 تا 2014 فکر می‌کنم توی این هولوش دلار به شدت گرون شد و یه شرایطی شده بود که آدم ها صف میکشیدن منتظر یه ذره دلار دولتی بودن. و مثلا میبینیم باز دوباره همین دو نرخی کردن و قیمت دادن ها و این بازی کردن هایی که دولت ها با اقتصاد میکنن، اینا هم اتفاقا جز اون مسائلی بود که تو سوالاتی بود که من تو ذهنم بود. اما خب این اتفاق افتاد و یهو من فهمیدم که آقا من هیچی از پول نمیدونم، که مثلا چجوری میشه که چرا مثلا من باید بیام ذخیره دستانجام رو تو ریال بگذارم و چرا یک هو این اتفاق افتاد. که بعدا وقتی شما تورم رو درک میکنی متوجه میشی که یک سری افراد اونجا نشستن و از تسلطشون بر پول استفاده میکنن که همین دسترنج مردم رو شیرش رو بکشن و در واقع برای خودشون پول چاپ کنن و پولی که دست ماست بیارزش میشه. خب اینا رو من نمیفهم. اگر من اینا رو میفهمیدم مثلا نمیمدم اونجا پولم رو توی ریال بذارم، یا حتی شما تو آمریکا تو دلار هم بذاری همینه. و خب بعدا دفت نگاه میکنیم میشه 99% مردم هم اینا رو متوجه نیستن و اون 1% که میدونن چه خبره دارن واقعا استفاده میبرن. و خوشبختانه در واقع با وجود بیت کوین و اومدنش و رشدش و موفقیتش این ایده‌ها خیلی گسترده شده. من الان می‌بینم خیلی‌ها واقعا بهتر متوجه هستن که چه اتفاقاتی در اطرافشون داره میفته، که چه سوء استفاده‌هایی در واقع داره میشه در اطرافشون که آدم‌های عادی رو پایین نگه می‌داره.
و خب اینها همون چیزایی که ما بهش اعتراض داریم. ببین من تقریبا دو جور آدم میبینم در جامعه. یه سری ها هستن که میگن وضعیت همینه، ما باید قبول بکنیم و داخل همین سیستم موفق شیم، که خیلی کار بی درد سر یا اعصابت خورد نمیشه و شاید حالت عافیت طلبانه است دیگه. یه سری آدم های دیگه هستن که من خودم جزشون میبینم، اینی که یه ذره هرس هم میخورن وقتی مشکلی میبینن و دوست دارن یه کاری بکنن که اون مشکل رفع بشه، و این باعث میشه انگیزه حرکت بده با آدم، انگیزه این بده که اگر ببینی یه جا میتونی از وقتت بذاری، میتونی یه مقداری از حالا از انرژی بذاری، از هر نوع سرمایه و منابعی که داری صرف بکنی که یک جایی یک بهبودی در جامعه اتفاق بیفته، تو این کار میکنی. و البته نمیخوام بگم که این بحث اخلاقی و اینا رو بخوام بکشم وسط و اینا، دو تا استراتژی مختلفه و شاید هم اون استراتژی عافیت طلبانه شاید بهتر باشه. استکاک با محیط کلن لزومن چیز خوبی نیست، اما به هر حال این یه چیزیه که هست دیگه، یعنی نمیتونم من انکارش بکنم. و خیلی دیگر رو هم میبینم اینطوری هست، یعنی مثلا وقتی که آدم ها متوجه میشن که مثلا فدرال رزرو چه کرده، اصلا خود ساتوشی وقتی که 2008 اومد بیتکوین رو داد، انگار قشنگ من ریج و اون ناراحتی رو میبینم که این 2008 راجع به اینکه چانسلر آلمان دوباره میخواد بیل اوت بکنه، و وقتی میبینی که پولهای مردم رو دارن میدن به این بانکایی که ریسک بیش از حد کردن، سود گذاشتن جیب خودشون و موقع ورشکستگی دارن از بودجه عمومی خودشون رو بیل اوت میکنن، این هرس میخورده این بنده خدا، و سر اون اومده در واقع این کار رو کرده. و در واقع آدم های اولیه هم که توی این محیط بودن همینطوری بودن، یعنی یک نوع فساد رو میبینن و این فساد آزاردهنده است براشون، نمیتونن باهاش کنار بیان. و اینه که این به نظر من یکی از چیزهای اصلیه که بین بیت کوین را این اتحاد ایجاد میکنه، وقتی که میبینن که یه قدرت یه جایی داره منابع جامعه رو میگیره سوء استفاده میکنه، این اشتراک سر متفاوت نگاه کردن و سعی در بهبود داشتن هستش. بحث مدیا هم که کردی تقریبا شبیه همینه، یعنی آدم ها در طول زمان میبینن که آقا این مدیا چطور میشه که مثلا ما 50 تا روزنامه و منابع داریم، همه یهو یه چیز میگن، مثلا سر یه هفته یهو همه عقبگرد میکنن، یک موزه واحد رو راجع به یک اتفاق اجتماعی میگیرن. و این بعد از یه مدت شما دقت که میکنیم میبینیم همه اینا مصنوعی و کنترل شده و مانیفکتچرد میگن بهش، یعنی تو کارخونه ساختن این چیزا رو، و اینا مشخصه که پشت پرده اینا با هم هماهنگ میکنن و میگن که ما از این بعد اینطوری بریم یا از اون طور. متا تو کشورهای کوچیک‌تر خیلی حالت پیش پا افتاده تر داره، یه نفر یه تلفن میزنه و سرمقاله ها عوض میشه. تو جای بزرگتر مثل آمریکا و اینها یه ذره ظریف‌تر و پیچیده تره، یعنی اینجوری خود اون ژورنالیستا حس میکنن که به کدوم سمت باید برن و اینها، ولی نتیجهش همونه. نتیجهش اینه که به مرور زمان سیستم میاد میگه که من تصمیم میگیرم که شما باید اینطور فکر بکنید و از این به بعد هم همتون باید اینطور فکر بکنید. و اینها باز دوباره به با اون آدمایی که اون روحیه تغییر طلبی و روحیه مثلا سرسپرده نبودن و اینا دارن، اینا چیز خیلی اذیتشون میکنه و دوست ندارن اینو ببینن. خاطر همین ما این همه تو توییتر میبینی که توییتر بیت کوین میبینی که اینقدر آدم ها رگ گردنشون بیرونه و چقدر با انرژی و با چه میدونم با پشن میگن بهش، با شور و اشتیاق راجع به مسائل صحبت میکنن، چون واقعا مهمه براشون. ولی در مقایسه مثلا شما نگاه کنید یک سرمایه گذار حرفه‌ای مثلا هج فاند و اینا، اون هیچ رابطه شخصی با اون چیزی که توش سرمایه گذاری کنه نداره، فقط دنبال اینه که فرصت سرمایه گذاری رو استفاده بکنه و مثلا موفق شه از نظر مالی. ولی کامیونیتی بیت کوین حداقل برداشت من اینه که فقط بحث سوداوری نیست، بحث تغییره، بحث تغییر که فکر میکنن خوب، حالا ممکنه این تغییری که فکر میکنن درست باشه یا نباشه، نمیخوام اینو الان بحث کنم، ولی اون ایدئولوژی و اون حالا ایدئولوژی هم شاید کلمه درستی نباشه، اون فکری که پشت این تصمیمشون دارن،
آره، این رویکردی که دارن، رویکرد اخلاقی، یعنی یک کامپوننت، یک بخش مهمش اخلاقیه، یک بخش مهمش تغییر اجتماعیه، یه بخش دیگهش پوله، که البته باز میگم گروه ها و ساب گروه های مختلف هستن و هر حال اینا با هم مخلوط شدن، نمیشه مثلا 100% گفت، ولی اینش برای من خیلی جذابه که این همه آدم ما داریم که این آدم مثلا فقط دنباله این نیست که یه چیزی ببره و بره دنباله یه کار دیگه، این واقعا میگن here for the revolution not for the، مثلا میگه I came in for number go up but stayed for the revolution، یعنی چیزی که منو جذب کرد این بود که یه پولی دارم، بعد اومدم تو دیدم که میتونم انقلاب کنم. منظورشون هم از انقلاب اینه که مثلا یک نوع یه تغییر تو سیستم مالی درست بکنن که حداقل این یکی از مشکلاتش که همین بحث تورم بی امان و گرفتن انرژی مالی از مردم به صورت روزمره باشه، این رو یه مقداری کنترل کنن. ولی خب آره، منظورم اینه که این مسائلی که آدم ها میدیدن و هی در درونشون مثل یه شعله جمع شده، اینا اومدن رسیدن به این که ما الان بالاخره بعد از شاید 100 و خورده سال یک ابزاری داریم که واقعا مثل این که میتونه خارج از سیستم کار کنه، چون هیچ چیز دیگه این نمیتونست. مثلا حتی مدیا تلاش شد که خارج از سیستم کار کنن، مثلا زمانی که وبلاگ ها و اینا اومده بودن فکر میکردن آدم ها که دیگه اینفورمیشن آزاد شد، و ولی دوباره همین اتفاق افتاد. حالا همین مدیای سنتی اومدن رو اینترنت و اینترنت رو به دست آوردن و تمام صداها رو اونجا دارن کنترل میکنن، یا همین کنترلی که میشه تو توییتر و اینا. ولی راجع به بیت کوین انگار یه چیزی تغییر کرد، انگار ما بالاخره رسیده بودیم به یه چیزی که میتواند در خارج از چارچوبای تعیین شده توسط دولت‌ها زنده بماند، و این نشون میده که یعنی این یک جهش از صفر به یک، یعنی یک از یه دنیایی که شما محدود بودی به هر آنچه که داشتی، به مهمتر از همه اون اقتصادی که شما یه بخشش بودی، کاملا در یه چارچوب تعیین شده یه سری سیاستمدار بود. الان ظاهرا به نظر میاد که این تکنولوژی میتونه خارج از این سیستم عمل بکنه، و وقتی این چیز بشه کلا یک دنیای جدیدی رو باز میکنه و حالا خب خطرات و مزایای خودش هم میاره. و به نظر من این هاست، این مجموعه این چیزایی که گفتمه که جذاب میکنه برای اون گروهی که واقعا به اون شکلی گفتم نگاه میکنن به بیت کوین. و به طور خلاصه بگم، یعنی یک حدود 10 دقیقه من مطلب گفتم که تاش بگم باهات موافقم و و همین اتفاق واقعا میفته. یعنی وقتی یکی میگه من بیت کوینرم، البته هم ما هم میفهمیم که بیت کوینر رو دقیقاً حدوداً منظورمون چیه، چون یاد دوستانم دیدم بحث خیلی خوبی کرد، میگفت که این اصطلاح خیلی باز و بزرگیه، نمیشه واقعا گفتش که بیت کوینر چیه، ولی یه چیزایی مشترکه و بلافاصله آدما مثلا میدونن که ما سر مثلا 60% مسائل با هم توافق داریم و بلافاصله با هم یه دوستی اولیه‌ای داریم وقتی که میشنویم یکی بیت کوینره. آره، وقتی هم که داشتی همین وقت مصاحبه رو وقتی که داشتیم با هم هماهنگ میکردی، گفتی که حالا یک جنبه هم انتخاب کردم، اگر که میخوای بری بیرون و اینها برنامه ای داری میتونیم عوضش بکنیم. گفتم که مطمئنا همین که میشینیم با هم صحبت میکنیم همین خوش میگذره، و واقعا هم تایمشم که خیلی خوب خوش گذشته و حرفی که داشتی میزدی منو یاد، حالا نمیدونم خود ویکتور هوگو اینو گفته یا بهش منسوب میکنن، ولی به هر حال حرف قشنگه. Nothing is more powerful than the idea whose time has come. هیچ چیز نیرومندتر از آن چیز، آن ایده ای نیست که زمانش فرا رسیده است. و بیت کوین یه چیزی بود که در زمانی که پول دستوری، پول فیات رایج شد، واقعا پول فیات برتری هایی داشت که ما با سیستم هایی که داشتیم، با امکاناتی که داشتیم، نمیتونستیم برش فائق بیاییم. ما نمیتونستیم این راحتی مبادله پول فیات یا پول دستوری رو کنار بذاریم و بگیم نه، روی همون طلا میخوایم بمونیم، و اگر هم میخواستیم از اون عبور بکنیم هیچ تکنولوژی، هیچ فناوری در اختیار نداشتیم. ولی همون حرفی هم که فکر میکنم اینو دیگه خود نیوتن گفته، بهش چیز نکردن، منسوب نسبت ندادن، اینکه میگه من میتونم افقهای دوری رو ببینم چون که بر پشت غول‌های بلندی نشستم.
ساتوشی ناکاموتو بسیاری چیزها رو برای اولین بار انجام داد، اما بدون reusable proof of work، بدون کریپتوگرافی پابلیک، کریپتوگرافی رمزنگاری کلید عمومی و شیوه های مختلف رمزگذاری مثل رمزنگاری مثل SHA-256، بدون اینها ممکن نبود، یا چیزهایی که به صورت اوپن سورس وجود داشتن یا به صورت کد باز وجود داشتن، بدون اونها ممکن نبود، بدون زیر ساخت اینترنت اینها ممکن نبود، و همه اینها دست به دست هم داد یه غول بزرگی بود که ساتوشی اومد بر شانه اون غول نشست و یه افقهای زیادی رو دید و چنین اختراع بزرگی رو کرد که چند تا مشکل رو همزمان با هم حل کرد. و یکی از افرادی که دنبال میکنم جفری میلر میگفت که یکی از دلایلی که بیت کوین خیلی میشه سخت دریافت اینه که میاد چند تا مشکل رو یهو با هم حل میکنه، و این اختراعی هست که فقط یه دونه مشکل رو حل نمیکنه. به خاطر همین هم هست که درکش برای خیلی ها مشکل، برای خود من مشکل بود. و در مورد اون دستبندی هایی که گفتی، یه دستبندی داریم که عافیت طلبانه است. درست، افراد عافیت طلبی که حالا نمیخوان خودشون رو درگیر بکنن، میگن با همین سیستم کنار میایم، خودمونم یه نفعی میبریم، میتونه یه چیز های تایم پریفرنس یا ترجیح زمانی بالایی باشه که افرادی که فقط همین 5 دقیقه آینده خودشون رو میبینن، و میتونیم یه افرادی رو تصور بکنیم که میخوان مشکل رو حل بکنن و میخوام یه دسته سومی رو هم اضافه بکنم که اون دسته سوم واقعا هیچ کارکردی ندارن، فقط افرادی که دوست دارن مشکلاتی رو ببینن و در موردش نق بزنن، و این افراد توی رسانه ها خیلی زیاد میبینیم، چون که اصلا یه سری مشکلاتی رو خودشون اگر هم مشکلی نباشه مشکل رو علم میکنن. حالا توی جوامعی که من و تو هستیم مخصوصا، حالا توی ایران به این چیزا خیلی آلوده نشده، این بحث در مورد پروناون و اینها یه مشکلاتی رو باز خودشون علم میکنن که بیان در مورد نزاع بکنن که ما باید آره توی پروفایلمون و توی تعاملاتمون از پروناون استفاده بکنیم، ضمیرهای خودمون رو به دیگران بگیم، آیا باید قانونی برای این وضع بشه. و یه افرادی هم متاسفانه داریم که کلن نق میزنن و اینها. کلن یه مشکل بزرگی که ما داریم اینه که اکثریت آدم ها بر این باورن که باید اجتماع رو دستکاریش کرد و مهندسی کرد. یعنی مثلا من فکر میکنم این روش خوبه، از فردا برم یه کاری کنم که همه مجبورشن این روش رو انجام بدن. یعنی آدم ها فکر میکنن که جز این راهی نیست. یعنی تفاوت ها هم اینجاست، یه نفر یه پلن خوبی داره یا یه نفر یه پلن بدی داره، و هر دوتاشون میان جامعه رو مجبور میکنن که از همین پلن استفاده کنن. اون میگه پلن اون خوبه، و اگر بعد در بیاد نفر بعدی میاد میگه نه این پلنش بد بود. اما چیزی که من با بیت کوین خیلی خوب درک کردم اینه که گاهی اوقات یا خیلی اوقات اصلا پلن لازم نیست شما بریزی، خیلی از مسائل به صورت خودجوش اتفاق میفته. اگر نیاز باشه لازم نیست شما بیای همه چیزو اجباری کنی، لازم نیست مثلا رفتارهای خوب رو همش ما دنبال مردم باشیم که رفتار خوب انجام بدن، لازم نیست که هی اینسنتیو و هی مشوقای مالی و غیر مالی درست بکنیم که این اتفاق بیفته. اینقدر لازم به زور زدن نیست. اینکه بفهمیم که خود جامعه و بخشش که همون مکانیزم بازار باشه خیلی از مشکلات رو حل میکنه. وقتی ما اینو بفهمیم دیگه اینقدر درگیر خیلی از اتفاقاتی که میفته نمیشیم و برای هر چیزی نمیایم قانون گذاری بکنیم و هی دستور بدیم اینطوری بشود اونطوری بشود. و درک همین یه مسئله میتونه کلی از مثلا مسائل ایران رو حل کنه. یکیش مثلا اینه که ما تو هر حوزه‌ای میریم همش بخوایم قیمت گذاری کنیم، و خیلی آدم ها درک نمی کنن که اصلا قیمت اگر تعیین بکنی شما تخریب میکنی کار اقتصادو. به همین شکل شما در رفتارهای اجتماعی اگر مدل و چیزای رفتارهای قابل قبول و غیر قابل قبول بیای تعریف بکنی، نگذاری خودش شکل بگیره، شما داری این رفتار نرمال و طبیعی رو منحرف میکنی. و
اینا هم در واقع، یعنی اون بحث بیت کوینه که اینا بعد وارد بیت کوین که میشی اینا گسترش پیدا میکنه، این ایده ها کم کم متوجه میشی که آ چقدر این مثلا مسئله نظم خودجوش چقدر جالبه و چه تأثیراتی میتونه داشته باشه و نفهمیدن این چه ضررهایی میتونه بزنه. و اون بحثی که گفتی که چیزای مختلف با هم قاطی میشه اینه که مثل یه جرقه است که بعد گسترش پیدا میکنه به خیلی از مشکلاتی که شاید آدم ها در اطرافشون میدیدن و میدیدن یه چیزی اشکال داره ولی نمیدونستن دقیقا چیه. اینها در واقع مثلا با این توی این کامیونیتی بحث میشه و خیلی ها براشون جذابه که الان ما تازه متوجه شدیم که مثلا اشکال اصلی وارد به سیستمی که ما بهش انتقاد داریم چیه، منشأش کجاست و واقعا الان یه راه حلی هم داریم براش، برای حداقل یه بحث اقتصادی و پولیش یه راه حلی هم داریم. حالا من یه ذره دارم مسائل رندوم رو میگم ولی هر کدومش انقدر جالبه که به نظر من در حدی اشاره کردن میارزه. یکم توی صحبت‌های خودت برگردم، گفتی که اصلا نمیدونستی که چه چیزی باعث تورم میشه و بعد جالبه منشأ رو نمیگن و بعد در مورد نرخ بهره ها و اینها صحبت میکنن که چه تغییراتی میتونه توی بازار ایجاد بکنه و میگن که کم ارزش شدن پول خوبه برای ارز. خب اگه اینجوریه، سیف الدین یه حرف خیلی جالبی میزد، میگفت که الان ما میبینیم سوئیس واچ، ساعت سوئیسی قوی ترین ساعت و همه مردم کلی پول میدن که بخوان اونو بخرن، ولی الان شما کدوم کالای ونزوئلا رو میخوای بخری؟ کدوم کالای ونزوئلا هست که همه مردم خواهانشن؟ توی ایران خب پول که کم ارزش شده، اینها میان پوز میدن که جی دی پی رفته بالا و این به این دلیله که کل کشور به حراج گذاشته شده و اون کشورهایی که ارز قوی تری دارن میتونن بیان از اون سرمایه های کشور ببرن، میتونن بیان زمین اونو بخرن، نیروی کار اون رو خیلی راحت تر بخرن و اینها، و در واقع به حراج گذاشته شدن کشوره که اینها به عنوان رشد بهش نگاه میکنن، هر چیزی رو اینها به صورت وارونه بهش نگاه میکنن. حالا یه سوالی که واسه خود من به وجود میاد، یعنی در مورد اینه که روی کرده تو قبل از آشنایی با بیت کوین چی بود؟ حالا گفتی که مثلا همیشه واسه سوال بود تورم چیه، چرا به وجود میاد و اینها، آیا لنزی داشتی که از اون به اقتصاد نگاه کنی؟ حالا با توجه به سابقه آکادمیک و اینکه توی زمینه بیزنس منیجمنت فکر میکنم مدیریت کسب و کار استاد دانشگاه هستی در تدریس میکنی، با چه لنزی به اقتصاد نگاه میکردی و آشنایی تو با بیت کوین چه تغییری رو در این وجود آورد؟ من چون همیشه از زاویه تولید و صنعت و اینها نگاه میکردم و از اون حوزه در واقع وارد شدم به ریال اکانومی یا اون بخش واقعی اقتصاد که درش تولید انجام میشه فکر میکردم و فکر میکردم اقتصاد در واقع بیشترش همینه که همین تولیدات کارخونه ها و خدمات و اینا هستش. بحث فایننسش رو به صورت کلی ایگنور کرده بودم و در نظر نمیگرفتم، به عنوان یه چیز حاشیه‌ای میدیدم که شما اصل قضیه اینه که شما یه چیز تولید کنی و به یه آدم دیگه بدی، اون انتقال پولش زیاد مسئله مهمی نیست. و این در واقع همون روی کردی هم که در اکثر پروگرام های اقتصاد هستش و اقتصاد رو به شکل یه ماشینی میبینن که تولید خدمات رو کالا کنه و پولش فقط یه نوع بهش میگن یک پرده‌ای هست که فقط کشیده شده رو میگن زیر بنا همون اون قسمت هسته و این درست بود تا موقعی که ما با پول کارهای عجیب غریب نمیکردیم. از زمانی که این داستان اقتصاد کینزی و تئوریزه شدن و پول فیات و تئوریزه شدن دستکاری مالی اتفاق افتاد، دیگه پول الان خودش به تنهایی خیلی مسائل رو تعیین میکنه و اینکه شما تشخیص بدی که مثلا جریانهای مالی به کدوم طرف میره و سیاست پولی یک بانک مرکزی به چگونه هست و اینا همش میتونه تأثیر بذاره روی کارکردهای اقتصاد. یکی از چیزهای سادهش که همون بحث سیف الدین رو گفتی، وقتی که اینا
آدم ها رو به تورم عادت دادن، همون تایم پرفرنس آدم ها رفته بالا، همه عجول شدن، همه مصرفی شدن. من حتی یادم میاد مثلا شاید چهارم پنجم دبستان بودم، اونجا بود که مثلا از یکی شنیدم که میگفت قدیم کالاها جوری بود که 20 سال دوام می آورد، الان عمدن طوری میسازن که سال به سال باید عوض کنی. و همون در همون عالم کودکی هم به خودم میگفتم چقدر این مسخره است که شما هم اول سال که اینو میفروشی یه جوری درست کردی که سریع خراب شه، هی عوض کنی، هی عوض کنی. مثلا این اتلاف نیست واقعا. ولی خب این تموم شد دیگه، یعنی این سوال ایجاد شد و یه جایی در ذهن من این ذخیره سیف شد و رفت برای یه 20 سالی تا کم کم بفهمم که واقعا چه خبر هست و چه اتفاقی داره میفته. به مرور متوجه شدم که علت مصرفگرایی و همون انتقادهای، مثلا یکی از انتقادهای خود من به کپیتالیسم همین بود که همش مصرفگراییه. و میدیدم که بعضی هم میگن که مثلا سوسیالیسم بهتره چون مصرفگرایی و کپیتالیسم و اینها خیلی مسئله بدی هستن. ولی به مرور متوجه شدم که نه، در واقع همین دستکاری و پوله که سیستم کپیتالیستی رو که میتونست خیلی خوب و طبیعی کار بکنه میبره به سمت کانسومریزم و مصرفگرایی و هی آشغال خریدن. و اینکه چون شما پولت بی ارزش میشه ترجیح میدی که یه چیزی باش بخری و اگر نخری نگهش داری همون بلای سرت میاد که سر من اومد و پولت دیگه فردا همون هم نمیتونه بخره. و این در بود فردی، در بود شرکتی هم همینا هست. یعنی اینقدر اینا پول ارزان و پول دم دستی رو پخش میکنن تو جامعه که همه جا پول هست. یعنی شما تو بحث سرمایه گذاری ببینی ونچر کپیتال ها و اینا هستن که پول های کلانی دارن که میان همینجور پخش میکنن به هر شرکتی و هر ایده ای و اینها. و کلی ما الان مسئله زامبی کامپنی داریم، یعنی شرکت هایی هستن که هیچ تولید نمی کنن و عملا ورشکستن، ولی خب چون فایننس میتونن بکنن هی همونجور بدهی های قبلی رو با بدهی های جدید جایگزین میکنن و همینجور یه مرده متحرکی هستن که منابع اقتصاد رو دارن هدر میدن ولی سرپا هم هستن، کسی اجازه نمیده ورشکستن. و این بحث دستکاری با پول که ایجاد شد همه چیز رو عوض کرد، این قوانین اقتصاد همه رو به هم زد. یه بحثی رو من شنیده بودم خیلی جالب بود، میگفتش که بذار یکم فکر کنم، یه چیزی بود میگفتش که میگفتش که بدهی، ببین با سیستم قدیمی که چون گفتی قبلا چطور نگاه میکردی به اقتصاد، پول جمع کردن و سرمایه جمع کردن ارزش بود و بدهی نداشتن ارزش بود. اما الان وقتی شما تو سیستم فیات هستی قوانین عوض شد، کاملا برعکس میشه. بدهی خوبه، چون اگه بدهی داشته باشی با وجود تورم ارزش بدهی شما سال به سال کم میشه و بعد از چند سال ببینی اصلا اون بهره‌ای که داری میدی دیگه مهم نیست، چون دیگه پول انقدر بی ارزش شده که، یعنی شما با قرض گرفتن که پول میسازی نه با کار مفید کردن. به خاطر همینه که همین الان دور و بر خود من الان من مرتب میبینم که این شرکت های بزرگ و اینا میان به زور دارن در میزنن میگن که آقا خونه تو ما بخریم. چرا؟ چون روی برای خرید خونه میرن وام میگیرن و این وام چون دستکاری شده نرخش نرخ ارزونه و یه فرصت آربیتراژ درست میکنه و همه رو انداختن به سفت بازی. و یه بخش مهمی از انرژی که میتونست بره خدمات و کالای به درد بخور تولید کنه میره به سمت اینجور بازی کردن ها و پول و فایننس و اینها. و این چیزی بود که من متوجه شدم که خیلی خیلی فرق کرده و خیلی از اقتصاددان ها اصلا اینو هنوز هم متوجه نمیشن چون در آموزش سنتیشون این وارد نشده که شما چه بازی ها میتونی بکنی اگر به پول فقط بتونی، یعنی با قوانین پول بتونی بازی بکنی. که مثلا نحوه کار کرده سیستم بانکداری برای خیلی ها یک رمز بزرگه و هنوز خیلی ها مثلا فکر میکنن که بانک یه چیزیست که اونجا یه سری سپرده از مردم میاد و اینا اینو قرض میدن و این همونه، در حالی که یه چندین سالی هست که آدم ها رفتن تحقیق کردن و دیدن که بله بانک ها واقعا یک سیستمی دارن که با زدن یه دکمه پول خلق میکنن و اصلا لازم نیست از قبل کسی اونجا سپرده داشته باشه و اینا. و اینا
در واقع نحوه کارکرد دنیای فایننس یه چیز بسیار مرموزیه برای آدم ها و خیلی درکش نمیکنن. حتی فدرال رزرو، حتی بانک‌های مرکزی هم درکش نمیکنن. شما وقتی که میری تو تاریخ رو میخونی، خیلی از اتفاقی که مثلا ریسیشن گریت دپرشن 1930 و اینها، اون موقع وقتی تاریخش رو میخونی، فدرال رزرو حتی یکی دو سال بعد از اون رکود هم نمیفهمید که واقعا چه خبره، فکر میکنن یه چیز موقتیه. 2008 همینطور کسی حدس نمیزد، به غیر از البته بعضی از اقتصاددانهای اتریشی، اکثر اقتصاددانها تو سال 2006-2007 ایران میگفتن عالیه، سیستم داره عالی پیش میره. یعنی منظورم اینه که اینقدر پیچیده هست که خیلی ها حتی از خود دنیای فایننس هم درکش نمی کنن که چه خبر هست و چه ارتباطاتی، چه پیچیدگی هست و اون پس پرده چه خطرات و چه ریسکای سیستمیکی گذاشته شده و هر چند سال یه بار دامن مردم رو میگیره و خیلی به خاک سیاه میشینن و منتها یه سری هستن که هیچ وقت ضرر نمی کنن توی این اتفاقا و همیشه موفق و پیروز در میان و بیل اوت میشن و این حرفا و هزینه‌اش رو هم مردم عادی میدن دیگه. من الان افرادی میشستم دور و برم که دو سه سال پیش دنبال خون خریدن بودن، به هر دلیلی مثلا نخریدن و اینا، الان دیگه پیچ عنوان دیگه اصلا این گزینه نیست دیگه، باید برن دیگه برگردن به اجاره نشینی. آره. و حالا به طور کلی توی محیط آکادمیک هستی، آیا میتونی خیلی در مورد بیت کوین صحبت بکنی توی کلاسات و یا با همکارات؟ کلا محیط آکادمیکی که درونش هستی چه رویکردی داره و چه میزان پذیرشی داره نسبت به بیت کوین و ایده های، مخصوصا ایده های اقتصاد اتریشی؟ ببین چند تا بخش داره این سوال. بخش اینکه من چه میکنم و اینها، معمولا چون ما برای استخدام میشیم که راجع به یه موضوعی درس بدیم و این حرفا و داخل اون صحبت، به غیر از اینکه بعضی از دانشجو من میبینم واقعا این تفاوت رو میبینم، مثلا از دو سال پیش تا الان بعضی از دانشجو مطرح میکنن کریپتو و این حرفا رو، که اون موقع یه فرصتی میشه یه گپ کوچیکی میزنیم، ولی خارج از اون واقعا جزء پروگرام نیست که به شما بشه صحبت کرد این حرفا، مخصوصا چون جنبه پولی هم داره، یه مقدار خطرناکی که اصلا آدم راجع به این چیزا بخواد صحبت کنه، چون مسئولیت زا میشه و این حرفا. و اما فیس میکنم بخش اصلی سوالت این نیست، اینه که دنیای آکادمیک چطور نگاه میکنه به کریپتو و در واقع اینو اگر بخوام جواب بدم یه ذره باید ببینم که چطور میتونم خوب بیان بکنم. ببین کار کرده دنیای آکادمیک یک شکل خیلی خاصی داره. ببین انگیزه ها در دنیای آکادمیک بیشتر بر مبنای این هستش که شما چقدر میتونی یک تحقیق رو منتشر بکنی و چاپش بکنی. باز دوباره یکی از اشکالاتی که همون تو پس ذهن من یه جایی سیو شده اینه که شما تو این سیستم لزومی نداره که نتیجه تحقیقت رو به یک شرکتی، به یک کسی که واقعا در کار هست بفروشی، که اونجا در واقع تو فرآیند فروش ثابت میشه که شما یه ارزشی خلق کردی و یه نفر حاضر پول بده بابت ریسرچ شما، ولی این نیست. شما هر چقدر، شما فقط کافیه که همکارات رو قانع بکنی که این تحقیقت به درد بخوره، که حالا در بعضی مواقع خوب کار میکنه، اما بعضی مواقع اگر خودت و همکارات همه با هم یک دید بایس و یک دید منحرفی داشته باشین به یه چیزی، و خب شما اون شرایط رو ایجاد میکنه که میتونید شما 10 سال 20 سال روی موضوع تحقیق بکنید و مهمل تولید بکنید و همینجور برید جلو و همه هم دیگر تایید کنید و همه هم پیشرفت شغلی داشته باشن و هیچ مشکلی هم پیش نیاد، فقط منابع جامعه هدر بره. و بعدی قضیه اینه که الان این بیماری در خیلی جاهای دنیای آکادمیک هست و آدم ها مرتب دارن تحقیق میکنن ولی تحقیقشون حیف کاغذ و اون جوهر. و اینم باز دوباره من از همین میبینم که مکانیزم بازار اینجا خدشه پیدا کرده و ما یه شرایط رو دوست داریم که خیلی اوقات پول ها مثلا پول های دولتیه و اون کسی که اون تو دولت داره پول پخش میکنه و فاندینگ پخش میکنه و اینها، اون معیارش مفید بودن نیست، معیارش اینه که ما یه بودجه داریم باید اون بودجه رو خرج کنیم. ببین یعنی در واقع فهمیدن اقتصاد میتونه تمام کارکرد جامعه و خیلی از بیماری‌های اجتماعی رو هم به ما نشون بده.
خب حالا تو این شرایط چاپ کردن مقاله‌ای که مخالف نظر اکثریت باشه تقریبا ممکن نیست. بنابراین این سیستم یکی از اشکالات دیگرش هم اینه که آدم‌ها رو سوق میده به سمت همراهی با جماعت تا فاصله گرفتن از جماعت. بنابراین با این مدل نگاه بکنیم ببینیم که چرا مثلا اقتصاددان اتریشی، شاید مثلا بگم اولین گروهی دارد که در دنیا کنسل شدن این اقتصاددان اتریشی بودن که شغل نمی‌داشتن، مثلا میزس و هایک و اینها مشکل داشتن واسه استخدام، یا همین الان در بسیاری از پروگرام‌های تاپ اقتصاد اینا اتریشی و اینها نمیگیرن به شما، یعنی باید بری بگردی یه جای حاشیه‌ای پیدا کنی چون قبول ندارن دیگه، و سیستم طوریه که اگر قبولت نداشته باشن بقیه خب به مشکل میخوری، و بعضیا موفق میشن که یه کامیونیتی کوچکی برای خودشون درست میکنن داخل اون کامیونیتی فعالیت بکنن، ولی خب اونم بستگی به این داره که بتونی از خارج پول بگیری و اینها، که توی مسائل اقتصادی دولت و منابع مالی هم جهت‌دهی میکنن، اونها هم بین نگاه‌های مختلف علمی یکیشو انتخاب میکنن، اونو حمایت میکنن، و وقتی هم که پول بره به یه سمت دیگه آدم‌ها چاره‌ای ندارن. یعنی شما بین کار پیدا نکردن و کار کردن روی موضوعاتی که عموم دوست دارن، عموم جامعه علمی دوست دارن، باید انتخاب کنی، و آدم‌ها اکثرا هم همون دومی رو انتخاب میکنن. منظورم اینه که اینطوری اگه به قضیه نگاه بکنیم ببینیم که آکادمیا لزوماً نحوه نگاهش به مسائل نگاه منطقی نیست، بیشتر نگاه این هستش که جذابیت تحقیقاتی یه موضوع چقدره، و در واقع مثلا اگر یک مسئله داغ بشه شما تقریبا گارانتی میکنم که کلی از محققین میرن راجبش تحقیق میکنن، فارغ از اینکه اون چیز ارزش تحقیق دارد یا ندارد. مثلا شما اگه میخوام نگاه کنید دوره کووید، هر کسی خارج از علم پزشکی و اپیدمیولوژی و اینها، الان شما آمار بگیری شاید 95% رشته ها از رشته مهندسی مکانیکی و نمیدونم هوافضا و از هر چیزی بگیری یه مقاله راجع به کووید تو هر ژورنالی هست. من حالا تو فیلد خودم که میبینم هر سعی کردن کارشون رو بچسبونن به کووید. خب اینو این چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه آدما میبینن این نوع نوشتن و این نوع مقاله الان داغه و میشه چاپ کرد، و اینا باز همون بحثی که من میتونم با این کنار بیام بگم که آقا همینو ما همین کارو بکنیم، یا اینکه واقعا کاری بکنم که خودم دوست دارم و علاقه دارم بهش و اینها، و من شخصا دارم سعی میکنم تو همین تیف یه جوری کار بکنم که کارهای جدی و عملی و مؤثر بکنم، در این حال اونقدی هم مسائل ریگر ما بهش میگم، مثلا مسائل روش تحقیق و اینها رو رعایت بکنم که در سیستم مینستریم هم این جا پیدا بکنه. و مثلا بحثایی که الان داغه، یکیش بحث مصرف انرژی بیت کوین، این چیزی که میفروشه، چون که الان بحث محیط زیست و اینا پول پشتشه و دولت پشتشن و اینا چیزایی هستن که فاندینگ میگیره، و خب شما میتونید ببینید که آدما خب کلی تو این سیستم انگیزه پیدا میکنن که بیان راجع به این حرفا مقاله بنویسن. و یه کاری هم که خیلی من اذیت میکرد، باز دوباره یکی از اون سوالای سیف شده است که یه جای دیگه است، اینه که بخش زیادی از تحقیقات علمی مدل ریاضیه. مدل ریاضی یعنی چی؟ یعنی شما میای فرض میکنی که این اتفاقا در جامعه میفته، رفتارهای اقتصادی به این شکل، اون فرض رو به شکل معادله ریاضی مینویسی و بعد اون معادله رو حل میکنی، میبری جلو میبینی خب این معادله نشون میده که این اتفاق خواهد افتاد، و اون میشه نتیجه تحقیقت، و میگی که خب من پیش بینی کردم که این اتفاق میفته. اما همه اون نتایج شما وابسته است به این مفروضات ریاضی که در ابتدای قضیه کردی، و اگر اینها بره زیر سوال کل اونم زیر سوال میره. منتها چون خیلی از فیلدها اگر مدل ریاضی نداشته باشن کار دیگه نمیتونن، شما چجوری میتونید تحقیق بکنی وقتی مثلا فرض کن توی حوزه هستی که داده نیست؟ بنابراین تنها روش دیگه که برات میمونه اینه که یا فقط حرف بزنی، یعنی مقاله کانسپچوال بنویسی فقط تکست باشه، که خب اونم خیلی جای کار به شما نمیده دیگه، خیلی خیلی شخصی و خیلی راه ایجاد میکنه که آدم ها مقالات رو رد بکنن. راه دیگه که دارین که مدل سازی کنین. حالا تو یه سری حوزه ها مثل فیزیک و اینا مدل سازی خوبه، چون سیستمی که ما باهاش در تماس هستیم
قابل مدل سازیه، ولی مثلا مسئله اجتماعی، مسئله اقتصادی خیلی خطا پیش میاد درش و مرتب مدل هایی میاد که مهمل رو میاد اثبات میکنه و اون میشه مثلا مبنای تصمیم گیری در آینده. و این مثلا این یکی چیزی که من بهش اعتقادم تو خیلی فیلدا میبینم، ولی مثلا وقتی در فیلدی مثل اقتصاد این اتفاق میفته، نتایجش رو آدم ها در طی نسل ها باید باش دست و پنجه نرم بکنن و در عمل میبینیم که جواب نمیده. مثلا این که بس فرض کن که فدرال رزرو، همین سال گذشته ما همه دیدیم که در ابتدای کار میمدن میگفتن که ما مدل های ریاضی فراوان داریم که نشون میده این کاری که داریم میکنیم مجرب تورم نمیشه و اینها هم بهترین ها رو دارن دیگه، یعنی دیگه پی اچ دی اقتصاد از بهترین جاها مینستریم تمام مدل های آخرین مدل ها رو استفاده میکنن، مرتب کنفرانس و علمی و از دانشگاه استفاده میکنن، همه چیز رو دارن. یعنی اگه این جواب نده دیگه هیچی جواب نمیده و با همه اینها اومدن افتضاحی بار آوردن که تورمی که در 40 سال گذشته بی سابقه است رو به هیچ عنوان پیش بینی نمیکردن. و شما فکر کن حالا ما اومدیم به این آدم ها این اختیار رو دادیم که باز از همین مدل ها استفاده کنن برای راه حل این قضیه تلاش کنند و چیزی که ثابت میمونه اینه که از همین مدل ها استفاده میشه، همین شغل ها و همین حقوق ها و اینا هستن، ولی خب نتایجش رو مردم میدن دیگه. یعنی جوری در واقع سیستم طراحی شده که این آدم ها هزینه نمیخوان بدن، یعنی اگه مدلش جواب نده این هزینه اینه براش مسئله نیست. فوقش میگه که خب مدل قبلی جواب نداد، ما یاد گرفتیم مدل بعدی رو بهتر کردیم و اینا همش باعث میشه که اون آکادمیا از واقعیت فاصله بگیره. و چیزی که تو بیت کوین مثلا من خیلی میبینم، آدم‌ها به واقعیت نگاه میکنن، میگن آقا شما تحقیقات صحیح، خیلی خوب، خیلی زیبا، ولی با واقعیت نمیخونه. یعنی اون چیزی که من میبینم، اون چیزی که شما در تئوری میگی، اینا مثلا هم نیست، بنابراین این اشکال داره. و خب اون آدمی که تو اون دنیای آکادمیک هست میگه نه ببین این کلی سالها تحقیق شده، نمیشه که غلط باشه، ولی اون میگه که من آره ریویو شده این ریاضیات، ببین مثلا مقاله رو باز میکنی از 30 صفحه 25 صفحش معادله ریاضیه. خب اینو هر کسی نمیتونه انجام بده، یا آدم واقعا باهوش بعضا نابغه باید باشه که بیاد سالها وقتشو بذاره این چیزای پیچیده رو حل کنه، ولی اون روز اول یه فرض غلطی مثلا داشته که تمام 5 سال کارش به واقعیت منطبق نیست. و اینها در واقع چیزی که من خیلی دوست دارم تو فضای بیت کوین که آدما تحمل مهمل ندارن. وقتی که مهمل میگی دیگه مهم نیست که مثلا استاد دانشگاهی و مهم نیست که شما فلانجا قدرت داری و اینها، همه بهت انتقاد میکنن و واقعیت رو در واقع بهت میگن که کار نمیکنه. یکی از همین بحثا در واقع همین سیستم بانک مرکزی و ایناست که سیستم حاکم در واقع همه جوره پشتشه و میگه ما روش مدیریت کردن اقتصادی که ما داریم عالیه و ما همه میبینیم که اشکال داره، ولی خب اینا هم میگن عالی و عالی و اینها و ادامه میدن و جوری هم اتفاق میفته که به صورت خیلی تصادفی تمام منافع میرسه به اینا. یعنی مثلا فرض کن که فدرال رزرو تمام اون پولی که چاپ میکرد یه بخش زیادیش رو باش اوراق قرضه میخرید، به صورت اتفاقی اون نوع اوراقی که میخرید همون هایی بود که مثلا رئیس فدرال رزرو هم توش سرمایه گذاری کرده بود. یا همیشه این اشتباه در یک جهت خیلی آره مثلا اینجوری نمیشه که اتفاقات تصادفی یه بار به ضررشون بشه. مثلا بعضی از آدمایی که تو همین فدرال رزرو بودن ترید میکردن قبل از اینکه، چون اینا تصمیمم میگیرن دیگه، نباید برن بر اساس همون تصمیماشون ترید بکنن، ولی اینا ترید میکردن، خرید فروش میکردن، بعد یعنی میدونستن که مثلا ما سه ماه دیگه میخوایم این کار بکنیم، از قبل تصمیمشون میگن تو بهترین نقطه میفروختن اینها. و این یه مقدار کشف شد، رئیس فدرال رزرو اومد گفتش که ما یه سری اشکالات اخلاقی پیدا کردیم و اینها رو درست میکنیم. خب نه کسی هزینه داد، نه اتفاقی افتاد، هیچ. و حالا تو هر قسمت دیگه هم بری این چیزا هست. و خب آدم هایی که نادان که نیستن که میبینن که اشتباه همیشه داره به یه جهت اتفاق میافته، پس معلومه یه جای کار میلنگه. یا مثلا بحث تورم و اینا، آقا شما همش بگو که مدل من عالیه، کار میکنه، اصلا ریسرچ فوق العاده داره نشون میده که اقتصاد باید همین جوری هر روز دستکاری کرد،
ولی نتیجهش چیه که فقرا هر روز فقیر شدن، پولدارا هر روز پولدار شدن. یعنی شما اگه شکاف طبقاتی رو ببینی توی 40 سال گذشته، دقیقاً از زمانی که دستکاری پول زیاد شد، از 1971 سال 1971 اگر یه وبسایتی هم در این مورد هست آره، که اصلا وبسایت سال چینه که چه گندی خورد از سال تو اون سال، که دقیقاً از همون سال شکاف طبقاتی به شدت زیاد شد، رشد اقتصادی بخش بیشترش رفت در یک سری از گروه های خاصی ذخیره شد، در حالی که قبل از اون مثلا اگر اقتصاد 5% رشد میکرد، حقوق فقیر و پولدار، ثروت فقیر و پولدار 5% میرفت بالا. از اون سال به بعد بیشتر منافع جمع شده در طبقات بالا و اون طبقات پایین تقریبا توی چند دهه گذشته درآمدشون و وضعیت مالشون ثابت مونده، این درجا زدن. و خب میگه آقا اگه همه چی درسته و سیستم شما اشکال نداره و مدل هاتون عالیه، پس چرا این اتفاق داره میفته؟ و این اون چیزیه که آدمایی که واقعا چشم دارن و واقعیت رو میبینن رو خیلی چیز میکنه دیگه، به خشم میاره. سوال بزرگ که اخیراً اتفاقا باش آشنا شدم و نمیدونم چرا این همه دیر باش آشنا شدم، یه حرف خیلی جالبی میزنن، تعریفی رو از اینتלקچوال، حالا که توی فارسی به روشن فکر و ترجمه شده، تعریفی که از این روشن فکر میده خیلی جالبه. میگه intellectuals are people whose main product is ideas. روشن فکرها کسانی هستن که محصول اصلیشون ایده است. شما اگه که یه مهندس رو نگاه بکنی، یه پلی رو بسازه، یه بنایی رو ببینی که یه خونه ای رو میسازه، اگر که این ایده هاش درست نباشه، اگر که این خونه رو درست نسازه، این خونه فرو میریزه و مسئول شناخته میشه. ولی اگر که یه نفر بیاد مثل مارکس مثلا یه ایده ای رو بده، چامسکی که الان دست به ایده دادنش خیلی خوبه، توی هر زمینه ای هم ایده میده، اینها اگر که ببخشید گند به بار بیاره، اینها آنچنان مسئول خونده نمیشن. خیلی خوب میتونن خودشون رو یه فاصله ایجاد بکنن بین خودشون و نظریه خودشون، بگن که برداشت اشتباه بوده و اینها، و این راه فراری است که اینها پیدا میکنن. و چقدر خوب که یکم عمومی تر در مورد آکادمی ها صحبت کردی که یه نقد کلی به خود آکادمی ها شد. و یه نفر، یه چیزی که خیلی هم اتفاقا از زمانی که این جمله رو شنیدم نمیگذره، شاید مثلا یک سال هم نگذره، که میگفت یه ایده ای داره آکادمیا که این ایده یه ایرادی داره و اون ایراد بزرگش هم پیر ریویو هست. و من تا اون ثانیه داشتم به این فکر میکنم که پیر ریویو چقدر چیز خوبی هست، این که به اصطلاح توی فارسی میگم ارزیابی دقیق، این که یه مقاله که میخواد چاپ بشه، شما باید این مقاله رو بفرستی به یه افرادی، به یه کسانی که در زمینه شما تخصص دارن، و اینها باید اینو ارزیابی بکنن. ممکنه بگیم چقدر خوب، اونها هم در همین زمینه تخصص دارن، ولی مسئله اینجاست که اونها هم همون چیزهایی رو خوندن که شما خوندی، همون داگماها و تعصبهایی رو دارن، همون پیشفرضهایی رو دارن که شما داری، و ممکنه این پیشفرضا درست نباشه. همینجوری که خودت گفتی که این میاد یه مدل سازی ریاضی میکنه، ولی یکی از اون متغیرها اشتباهه، و خشت اول چون نهد معمارکش، تا سریا میرود دیوارکش. بعد کل همه این مدل سازی ها اشتباه میشه. این پیر ریویو، حالا امیدی که هست اینه که پیر ریویو درسته یه سیستم بسته است، اما حالا خودت هم گفتی که سعی میکنی که با ریگر بالا، با دقیق بودن و ریزبینی بالا بخوایی تحقیقات رو انجام بدی که نتونن بهش ایرادی بگیرن. امیدی که میره اینه که بسته نگه داشتن سیستم هزینه بره تا باز نگه داشتن سیستم. به خاطر همین هم هست که بعضی موقع توی آکادمی ها میبینیم که تحقیقاتی میاد که اون جریان است، با اون جریان اصلی هیچ کاری نداره، اصلا کلن داره برخلاف اون صحبت میکنه. و تنها امیدی که میشه داشت همین چیز هزینه بر بودن بسته نگه داشتن سیستم، که توی نرم افزار هم باز همین هست که بسته نگه داشتن یک سیستم، یک نرم افزار خیلی هزینه بر هست، چون که یه نفر میتونه مهندسی معکوس بکنه، یه نفر میتونه اینها رو به بیرون بفروشه، و اینا هست که میتونه خیلی راحت باعث بشه که اون همه هزینه‌ای که شده برای بسته نگه داشتنش فرو بپاشه اون سیستم. و خب خیلی از حرفایی که ما میزنیم ممکنه توهم توطئه‌ای ازش برداشت بشه. حالا
دفاع تو نسبت به این اتهام چیه که به امثال ما میزنن وقتی که میایم ایده‌هایی رو بیان میکنیم که با جریان اصلی هماهنگ نیست، یا حتی همین حرفای ساده‌ای که زدیم؟ ما به نظر من تو یکم چیز میاد بدیهی که نه، به نظر من تو درست میاد، به نظر خیلی ها شاید باز همون توهم توطئه‌ای باشه. دفاعی که داری در برابر این اتهام چی هست؟ ببین البته توهم توطئه اگه بخواد داشته باشی باید یک یه دلیلی داشته باشه که چرا من معتقدم که این داستان داره اتفاق میفته. ما خیلی اوقات ببینیم که یه نفر یک نظریه ارائه میکنه برای یک اتفاقی که نمیفهمه، یعنی اینقدر فراستریتد و اینقدر کلافه درمانده و کلافه شده که روی میاره به توجیهات و علل مهمل برای یک واقعه. مثلا ببینه که آسمان نمیدونم جرقه زد، میاد میگه که مثلا من دیروز این اشتباهو کردم، آسمان با من بده. و حالا تو مسائل اجتماعی هم این هست، مثلا یه اتفاقی میفته هیچ دانش و اطلاعاتی راجبش منتشر نمیشه، آدم ها همش میگن چرا، چه اتفاقی داره میفته، چی داره میشه، و این سوال براشون هست و سعی میکنن توجیه، آقا همه با ما بدن، نمیدونم اصلا دستای پشت پرده است. من خودم نسبت به این چیزا خیلی حساسم و مطمئنم خیلی آدمایی هم که تو این فضا هستن تحمل مهمل زیاد ندارن. ولی برعکسش وقتی که شما یک دلیل مشخصی داری و دلیل قوی داری برای یک نظریه، در واقع کار علمی اصلا همینه، یعنی کار همو بحثی گفتی روشنفکری یا نگاه محققانه به وقایع همینطور هست که شما یک سوال برای خود ایجاد میکنی و بعد میگردی دنبال علل احتمالیش و یک نظریه میدی، خب من فکر میکنم این هست، و بعد میری داده جمع میکنی یا بررسی میکنی، ترجیحاً مدل سازی نمی کنی و در عمل نشون میدی که این نظریه شما واقعاً با طبیعت، با اون چیزی که در بیرون میبینیم سازگاره. برای ما دو تا چیز میخوایم، اولا نظریه شما در بیرون باید کار بکنه، دوماً از درونش باید منطقی باشه، یعنی ABCD که میچینی باید گزاره ها به هم منطقی باشن. به اون میگیم ولیدیتی رو چی میگیم؟ فکر میکنم روایی میشه، شاید روایی اعتبار آفرین. اعتبار داخلی اینه که نظریه تو از درون منطقی باشه، اعتبار خارجی یا external validity اینه که با جهان بیرون رابطه برقرار کنه. این دوتا رو شما اگر رعایت بکنی و اگر به چیزی برسی که برخلاف نظر عمومی جامعه هست، اون موقع این مثل اون نیست. و خیلی اوقات پیش میاد که به همون دلایلی گفتم یه فرایندهایی در جامعه اتفاق میفته که آدم ها بدون دلیل قوی همه معتقد میشن به یه چیزی. مثلا اصلا خیلی از ما همینجوری هستیم، اگر در یک سیستمی به دنیا بیایم که یک جور رفتار، یک جور منشی عرف هست، فکر میکنیم همینه دیگه، درست همینه و استاندارد همینه. ما به صورت تکاملی ما اینو یاد گرفتیم که با موج بریم و اون موج مزایای خودش هم داره، یعنی تو اون قبیله خودت اگر با بقیه همراه بشی خیلی بهتر از اینه که با بقیه بخوای مشکل دار بشی دیگه. بنابراین ما نه، به صورت سیمکشی ما در واقع تکاملی اینطوریه که ما میبینیم اطرافمون چه خبره، اون چیزی که اطرافمون فکر کنیم همون درسته. بحث مثلا میگه مثالش دوباره میتونم راحت برگردم به همون بحث تورم، چون ما تو دنیای تورمی بزرگ شدیم همه برامون عادیه و برای من مدت‌ها عادی بود، مثلا جزء ذات اقتصاد میدیدم و تو همه موضوعات دیگه این اتفاق میفته، یعنی آدما اون چیزی که در اطرافشون دیدن اینو اشتباه میگیرن با اینکه این چیز خوب است، یعنی اون چیزی که استاتوسکو و سیستم فعلی رو با سیستم درست اشتباه میگیرن و اکثرا فکر میکنن که اون چیزی الان هست خب حتما خوب بوده که هست و اصلا غیر از این چطور ممکنه. این بحث، من خیلی به این بحث میرسم وقتی به آدما میگم مثلا تو این موضوع خاص اگر دولت مثلا دستکاری دستوری نمی کرد بهتر بود، و آدم ها میگن نه درش. یعنی چه مثلا ما ولش کنیم مثلا بازار آزاد خودش مثلا تصمیم بگیره در این مورد،
این میشود اون میشه هزار تا مشکل میشه. تا وقتی که مثلا مثال برای افراد میاره که آقا تو هزار صنعتی دیگه، تو هزار حوزه دیگه این به راحتی داره کار میکنه، مشکل نداره، و تنها دلیلی که شما این رو موجه نمیبینی اینه که از وقتی که دیدی دستکاری ها بوده. و وقتی مثلا میری یه جای دیگه، یه بخش دیگه از دنیا که اون اتفاق درش نیست و میبینی واقعا داره کار میکنه سیستم، اون موقع متوجه میشه که ای بابا، مثلا که من هیچ دلیلی واقعا نداشتم که معتقد باشم. و گفتم باز اون آدمایی که اون یک چه میدونم حالا اسمش چی بذارم، ولی یه شعله‌ای برای تغییر درشون هست، دوست دارن این حرکت‌های گله جامعه رو باهاش همراه نشن. و برعکس اگر با تحلیل خودشون به نتیجه رسیدن که مثلا که چیز دیگه‌ای درسته و بهتره، دنبالش برن. و گاهی اوقات این افراد اشتباه میکنن ولی تمام خلاقیت های بزرگ و تمام جهش های بزرگ از همین افراد شکل میگیره، چون با همراهی با گله هیچ چیز جدیدی خلق نمیشه و اتفاقات بزرگ رو همه این افرادی درست کردن که یه چیزی بر خلاف عرف و خلاف عرف نمزور همینی که باور عمومی یا جهت عمومی و خلاف جریان شنا کردن. در واقع به اصطلاح همون کاری که کارآفرین رو انجام میدن، ممکنه که حالا خطا باشه و اتفاقا چون که تنها هم میافتن و عواقب خیلی بزرگتر دست و پنجه نرم میکنن، ولی خوبیش هم اینه که اگر جواب بده هم یه چیز خیلی بزرگ و خیلی جدید رو خلق میکنه. در مورد خیلی چیزا صحبت کردیم و اتفاقا یه کمی کمتر خود در مورد خود واژه بیت کوین و تکنولوژی بیت کوین بود، ولی همه اینها به نحوی با بیت کوین ارتباط داره. و حالا یه مقدار برگردیم به خود بیت کوین، یعنی نزدیکتر بشیم به منبع. خود فناوری بیت کوین، این سوال حالا از هر کدوم از دوستان که توی حوزه بیت کوین بوده تقریبا پرسیدم، توی فناوری بیت کوین چه تکنولوژی و چه ابداعی رو از همه تاثیرگذارتر می‌بینی و تو رو خیلی به فکر وامی داره و از همه اونها قوی‌تر می‌بینی و به نظر یه نوآوری بسیار خارق العاده و شگفت‌انگیزه؟ کدوم؟ چون که به هر حال بیت کوین ابعاد زیادی داره، مثلا نابرگوآپش هست و اون چه میدونم دیفیکالتی ادجاستمنتش که باز به هم مربوط هستن، این که چه معماهایی رو برای اولین بار حل میکنه و این که کمبود مطلق رو یا ندرت مطلق رو ایجاد میکنه، ابعاد زیادی هست. از حالا میونه اینها کدومش هست که برای تو از همه جالب تره؟ ببین، یک بخشش که چیزی که مختص بیت کوین نباشه برای من پابلیک کریپتوگرافیشه، که در واقع یه جهش خیلی بزرگی بود در دید انسان، که یعنی من میتونم ثابت بکنم یک چیزی رو دارم بدون اینکه اون چیز رو نشون بدم. و این خیلی جالب بود برای من که مثلا شما میتونید یک بازی ریاضی بکنید که ثابت میکنه شما یه عددی رو داشتی ولی اون عدد هم هیچ کسی نمیتونه پیداش بکنه. این خودش یه چیز واقعا اصلا خیلی برای من همیشه باعث تعجب و اعجابه که ما تونستیم به همچین چیزی دست پیدا کنیم. اما چیزی که مختص بیت کوین باشه یا مثلا بیشتر، حالا یه چیزی که نسبتاً مختص بیت کوینه، بحث همین عدم تمرکزش برای من خیلی خیلی جالبه. یعنی اینه که شما، یعنی در واقع این دیتابیس رو پخش کردی بین هزاران هزار کامپیوتر در سطح جهان و این خاصیت فرد به فرد یا پی تو پی که داره بهش این امکان رو میده که نامیرا باشه، یعنی نمیشه کشت اینو. حتی اگر یک حمله فضایی بشه به کره زمین، فقط کافیه یه نسخه از این رو ما یک جایی داشته باشیم، پرتش کنیم توی منظومه شمسی و اون همیشه خواهد بود. و داریم همه الان هم بلاک استریم این کار رو داریم میکنه احتمالاً، یعنی یه نسخه از بلاکچین رو تو فضا نگه داشته باشن. اوکی عالی، دقیقاً. یعنی و مخصوصاً اگر پروف آف ورک باشه، این دیگه تا ابد
میشه از اون استفاده کرد. و اما خب پی تو پی و اینها هم باز بوده و این ویژگی اینکه هر انسانی مستقل میتونه با این سیستم ارتباط برقرار کنه بدون کسب اجازه، اینش خیلی فوق العاده است، ولی اینم مختص بیت کوین نیست. چیزی که مختصش باشه اون کمیابی دیجیتال و اختراع کمیابی، یعنی چون تو دنیای دیجیتال همه چی کپی میشه دیگه، همه چی راحت میشه کپی کرد. اینکه چه کار بکنیم ما، اینکه چه کار بکنیم که یک داده رو نشه، یعنی کپی کردن اون داده کشف بشه و اجازه ندیم که آدم ها بتونن با تکثیر اطلاعات این حسابداری ما رو به هم بزنن. اینش این کمیابی در دنیای دیجیتال برای من اینم اون جهش بزرگی بوده که اینجا اتفاق افتاده. ولی آره یه دونه سخته بگم، ولی اینطوری گفتم دیگه، اون چیزی که کمتر من مختصشه و اون چیزی که مختص خودشه. آره این واقعا کمیابی دیجیتال یه چیزی بود که برای اولین بار اگر که اشتباه نکنم و اگر که اشتباه نکنین واقعا اولین بار فقط بیت کوین بود که توی دنیای دیجیتالی که اگر من ایمیل میفرستم برای تو، این در واقع یه کپی هست و این میتونه هزاران بار کپی بشه. اگر که یه MP3 هست که من دارم میتونم به تو بفرستم، تو هم داشته باشی، همون سرور ایمیلی هم که داره به ما میفرسته در واقع یه کپی رو از من میگیره و ما یه کپی رو به تو میده. توی دنیایی که اصلا مدل پول در آوردن آمازون همینه که یه چیز دیجیتال رو میفروشه و این رو این تکثیر کردنش هیچ هزینه‌ای واسش نداره، اینکه تکثیر این همه چیز آسونی هست میاد کاری میکنه که در واقع یه جوری همین تکثیر باعث میشه که این ندرت به وجود بیاد. همین که نود کامپیوتر من همون تکثیری هست از بقیه نودها و همه اینها میدونن که آره این مقدار سکه هست که استفاده شده، این مقدار سکه هست که تولید شده، به خاطر اینکه این هم کپی ازش به وجود داره. یه تناقض خیلی جالبه، میدونیم که فقط این مقدار وجود داره و اینقدر فقط وجود خواهد داشت. یعنی یه طرف تکثیر حد اکثری کردیم و اون تکثیر باعث جلوگیری از تکثیر یه چیز دیگه شده. خیلی جالبه. و اینم بگم راجع به آمازون، شاید علتی که من خیلی امیزد شدم با این قضیه اینه که اتفاقا همینی که گفتی، یعنی بیزنس مدل تو صنعت آیتی اصلا قشنگیش همین بوده که میشه تکثیر کرد. یعنی زیبایی صنعت تکنولوژی و اینکه این همه پول ساخته و پروفیت و اینا تولید کرده در جهان همینه که شما یه بار درست میکنی میلیاردها بار میتونی اینا منتشر کنی. و در واقع ما تکنولوژی و دنیای اینترنت رو با همین تکثیر بی هزینه‌اش میشناختیم و این خیلی جالب بود. و واقعا نمیدونم که درسته که سالها قبل از ایجاد شدن بیت کوین تکنولوژی های مختلف بوده، ولی اینکه چطور ساتوشی واقعا اینا رو مخلوط کرد به هم و این مسئله رو حل کرد، به اونطور به نظر میاد که هیچ سابقه ازش نیست. مثلا یعنی اینطوری نبود که قبلا ایده هایی مطرح شده باشه شبیه اینا و اینا، حداقل من دانشی که من دارم چیزی کسی از این صحبت نکرده جایی و این آدم یهو اومده و اینو مطرح کرده. خیلی خیلی چیز جالبیه. و چیزی که شگفت انگیزه اینه که چجور همه اینها رو از قبل اندیشیده بوده، در موردشون راه حل پیدا کرده. شاید حالا میگی که یه نفر خیلی خوب فکر میکنه که آره طلا به خاطر اینکه کمیاب بود به راحتی نمیشد استخراجش کرد، ارزش داشت، ارزش افزایش پیدا میکرد، خب به خاطر همین یه چیزی رو ایجاد میکنم که ندرت داره. اول که همین پیاده سازیش چقدر سخت و باعث شگفتی هر کدوم از ما میشه، و بعد در کنار این میاد اون تنظیم سختی یا تنظیم واژه خوبه، تنظیم سختی یا دیفیکالتی ادجاستمنت رو میاره که اینجوری اگر که اون نبود شاید تا الان همه بیت کوین ها همه 21 میلیون ماین شده بود، تموم شده، استخراج شده بود، رفته بود. ولی طوری هست که فکر می‌کنم تو سال 2140 اینجور چیزا و همچنان استخراج بیت کوین اضافه ادامه خواهد داشت. اینجوری نبوده که فقط یه دونه مسئله رو حل بکنه و چند تا مسئله رو با هم همزمان حل کرده. و واقعا خودم هم میدونه از این مسئله آگاهم که این سوال چقدر سوال سختی است، چون که انتخاب میونه اینها
چقدر سخت میتونه باشه. به نظر تو چی؟ ببین مثلا تو آخه ببین یه سری ها میگن که مثلا ساتوشی آدم آکادمیک بوده یا نه، یا حداقل محقق بوده تو این حوزه و اینا، ولی آخه چیزی که بر من جالبه که شما این مقدار خلاقیت اگر بخواید داشته باشی چطور میشه که ردی از این برجا نمونه؟ مثلا من اگه چندین سال راجع بهش تحقیق میکنم، بالاخره یه جا صحبتی کردم، یه جا مطلبی نوشتم، این ایده ها مثلا هلوش تا یه حدودی هست. گرچه میدونم قبلش میگم کلی ایده شبیه این بوده، ولی هیچ کدوم هنوز نتونسته بودن مسئله رو به این شکل بکنن. و این آدم به قول تو کاری رو کرده که سالها تحقیق میخواد، بعد همه اینها رو شاید مثلا بدون اینکه به کسی بگی انجام داده باشه. خیلی عجیبه، آدم فکر کنه مثلا کسی 4 سال داره خلاقیت انجام میده، هر بار یه چیزی رو حل میکنه و به هیچ کس نمیگه، دوباره 6 ماه دیگه میره دست و پنجه نرم میکنه با این، به هیچ کس نمیگه، تا اینکه بعد از چندین سال مسئله رو واقعا حل میکنه و پیپرش رو مینویسه و منتشر میکنه. خیلی عجیبه خلاصه برای من. حالا در مورد احتمال میدم خود منم که ساتوشی کلن شخصیت آکادمیک نبوده، چون که آدم بک که خودش هم حالا کسایی هست که گمانه زده میشه که شاید خود ساتوشی باشه، آدم بک میگه که ساتوشی به این دلیل به من ایمیل زده بود که نحوه منبع نوشتن آکادمیک رو نمیدونست و میخواست بدونه که چجوری میتونه من رو سایت بکنه، من رو به هم ارجاع بده توی مقالش، و به این دلیل بود که با من تماس گرفته بود. و این نشون میده که احتمالاً این مقاله‌ای که نوشته اولین مقاله آکادمیکش بوده واقعا، و این میتونه یکی از دلایلی باشه که این شخص یک شخصیتی. خبر اولین مقاله هم کار خوبیه، نگارشش و اینها خیلی خلاصه است و اینها. حالا من نمیتونم با مقاله کامپیوتر ساینس مقایسه بکنم، ولی باز هم از خوندنش نمیتونید تشخیص بدی که این آدم مثلا تازه کاریه. واسه همینه که میگم شاید مدت ها داشته رو این کار میکرده ولی مخفیانه، یعنی خیلی عجیبه یکی این کار بکنه، ولی خب آدم های عجیب هم هستن. خود حدسی در مورد این که ساتوشی کی هست داری و دوست داری اونو مطرحش بکنی؟ والا بیشترین شخصی که میبینم اول نیک زابوه که بیت گولد و اینها رو مطرح کرده بود. نگاهش نگاه انارکو کپیتالیستیه، نگاهش نگاه لیبرتاریانه، آدم هست که فلسفی طور هم هست، یعنی مطالعه عمیق داره، سالات این بهش میخوره که این دانش رو تیکه تیکه جمع کرده باشه از فیلدهای مختلف و ترکیب کرده باشه. چون یکی از چیزایی هم که میشه راجع به بیت کوین گفت اینه که طرف خیلی فیلدها رو میفهمیده. کامپیوتر ساینتیست هم نبوده، چون اون برنامه نویسی که کرده بهش آدم های متخصص حرفه این حوزه بهش مثلا بعدا گفتن که این برنامه نویسش خیلی عالی نبوده. معلومه که یه آدم اینتردیسیپلینری بوده، یعنی آدمی بوده که در حوزه‌های مختلف دانش داشته، میفهمیده اقتصاد رو، میفهمیده تاریخچه پول رو، میفهمیده مثلا چیز شدن طلا رو که از دست مردم جمع کرده بودن، میفهمیده اشکالات دنیای فایننس رو، میفهمیده مسائل تکنولوژی رو، کریپتوگرافی رو میفهمیده. خیلی باید چیزا رو قاطی کرده باشه تا برسه به این. بنابراین اینو واسه همین من برام موندم که این سابقش چیه، ولی نیک سابو بهش میخوره آدمی باشه که این مسائل رو با هم وصل کرده باشه، چون هم تو تکنولوژی کار کرده، هم محقق تو حوزه‌های دیگه هست، حوزه قانونی و اقتصاد و اینا هم خیلی مطالعه کرده. هلفینی رو هم شنیدم ولی یه ذره برام عجیبه که مثلا این سیرکو با هم بازی کرده باشن که مثلا خودش به خودش اولین تراکنش داره، یه ذره کار لوسی میاد. ممکنه بتونی فکر کنیم که این یه حرکت پیچیده‌ای بوده برای مخفی نگه داشتن هویت خودش، ولی خب با این کار تو در واقع یه ذره هم هویت خودت رو تحت خطر میذاری. یه جوری اگه مثلا هیچی ساتوشی با خودش در دنیای واقعی ارتباط برقرار نکرده باشه خیلی براش سیف تره برای امن موندن هویتش. خلاصه اگه فقط پرسنالیتی رو و اون شخصیت رو بخوام چیز بگم، به زابو خیلی بیشتر میخوره. حالا
ولی خب این هم هست که با همشون میگن ما نیستیم دیگه و نمیشم مثلا یعنی که کاملا ممکنه که یه آدم تصادفی بوده، آدم های درونگرا زیاد هستن که آدم های درونگرا هستن که با هیچکی به اون صورت دنبال معروفیت نیستن. نحوه نوشتنش و اینا هم توی اون فرومشون مشخصه که هیچی حرف اضافه راجع به چی نمیزد، مارکتینگ و این حرفا دنبالش نبود، فقط راجع به هدف مستقیم یه چیزی میگه. معلومه که خیلی دنبال این بحثای ارتباط با افراد مختلف و تیم سازی و اینها نبوده، بنابراین همچین آدمی بهش میاد میشه تصور کرد که سالها دانش جمع کرده باشه بدون اینکه اثری بگذاره از خودش. هر کی بوده به نظر من که یک شخص بوده و چنین که از حرفای تو هم برمیاد به نظرم تو هم معتقدی که احتمالا یک شخص بوده، یک گروه نبوده و واقعا آدم نابغه‌ای بوده و واقعا آدم حیرت انگیزی بوده. چون نابغه ها خیلی کمیابن، همیشه برای آدم خیلی عجیبه که چطور شد، ولی خب میشه یه جرقه اتفاق میفته و خیلی ایده ها یهو به هم کانکت میشه و اون جهشی که گفتم اون صفر به یک اتفاق میفته. ولی شانس آوردیم که در واقع آدمی بود که اونم از در واقع همین سیستم فکری داشت که دنبال این بود که مسئله رو حل بکنه، دنبال این نبود که یه چیزی به نفع خودش از تو این در بیاره. و همون رفتنش و اینها هم که خیلی معتقدن خدمت بزرگی بود به بیت کوین و این حرفا، ممکنه به خاطر خودش رفته باشه، ولی ممکن هم است، یعنی بیشتر میشه احتمال داد که درک میکرده که در واقع خودش داره یا مخالف اون سیستمی که طراحی کرده داره عمل میکنه، یعنی وجود خودش و کنترل کردن این سیستم خودش بر علیه عدم تمرکزه و گذاشت رو رفت دیگه، خلاصه نموند که اعتبار بگیره و معروف بشه و مصاحبه کنه و که میتونست. خیلی کار رو بکنه و اونجوری هم که ما میبینیم به اون کوین‌های اولیه‌اش هم دست نزد. البته باز میشه گفت که حالا ممکنه با یک هویت دیگه یه کاری کرده باشه، ولی به هر حال یه مقدار زیادی پول رو نمیدونم چقدر الان عددش تو ذهنم میشه، چند میلیارد دلار باید باشه دیگه الان که اون رو هم دست نزده. و بعضی هم میگن که قطعا مرده، یعنی آدمی که آدمی من حالا اگه که بخوام یه دلیلی رو در خلاف صحبتت بیارم که نکذابه ممکنه باشه، همینه که احساس میکنم که گزینه منطقی تر گزینه این هست که مرده باشه، چون که این همه خودداری به نظرم نزدیک به غیر ممکنه. آره اینم هست. توی یه سری موضوعات هم من با نکذابه موافق نیستم مثلا، و میبینم که مثلا ممکنه که یک علائمی آدم که خودش باشه و در اون سیستم درگیر باشه و اینا ممکنه یه علائمی رو بلوز بده که چیزی رو میدونم. برای خیلی مشکل، ببین این همه سال تو هیچی رو تابلو نکنی و ما این همه هکر میبینیم که مثلا هم چند وقت پیش این هکرها بودن که چیز هکرهای اتریوم بعد از سالها، حالا مثلا احتمالاً شاید هم هکر اصلی فروخته بوده به اینا و اینا خیلی تلاش کرده بودن، هزار تا ترفند استفاده کرده بودن، ولی یه جا بالاخره یکی از سوتیاشون این بود که یک کردیت کارت خریده بودن، یک کارت هدیه خریده بودن از یه جایی به آدرس شخصی فرستادن یا چیزی شبیه واه. حالا این البته مشابه نیست، ولی میگم که من نمیتونم اصلا تصور کنم که آدم ته این همه سال سوتی نده، چون هر کاری که میکنی هر روز و هر لحظه که فرصتی است برای اشتباه کردن و یا مثلا یه چیزی رو لو دادن یا برای همین آره شاید هم این چیزی که میگی منطقی تر باشه که تا نمرده باشی هر روز میتونی خودتو لو بدی. و خب خیلی وقت تو رو در اختیارمون گذاشتی، دستت در نکنه، خیلی سخاوتمندانه وقت تو رو در اختیارمون گذاشتی. حالا میخوام که مصاحبه رو به پایان برسونیم،
میخوام که چیزو بگی، جاهایی که منابعی رو که افراد میتونن دنبالت بکنن. بذار دو تا سوال بکنم. یکی این که چه منابعی رو، چه فارسی چه انگلیسی توصیه میکنی، و این که چه منابعی، چه فارسی و انگلیسی در اختیار مردم میذاری و مردم میتونن از اون طریق با تو آشنا بشن. مثلا پادکست انگلیسی تو، بیت‌کوین رو من امروز کشفش کردم که داشتم برای این مصاحبه آماده می شدم و قبلش ازش آگاهی نداشتم، هرچند که توییت هاتم بود. اینها رو هم بگی ممنون میشم. آره ببین، من اکانت توییترم فعاله و بیشتر اونجا مطلب میذارم. سعی میکنم اونجا انگلیسی بنویسم، چون یعنی سخته برام که هر بار به دو زبان بنویسم، یعنی سعی میکنم بیشتر باشه. ولی توی گروه تلگرام مدرسه بیت کوین که اونم ساتوشی اسکول باید بنویسن که پیداش کنن، اونجا مطالب طولانی تر می نویسم راجع به نگاه خودم به اقتصاد و ارتباطش با بیت کوین. و کارهایی که سعی می کنم اونجا بکنم اینه که من هر روز مرتب دارم تحولات اقتصادی رو حالا از دید خودم با اون سواد خودم پیگیری میکنم. اون چیزیش که مرتبط هست به یه آدمی که علاقه‌مند به بیت کوین هست رو سعی میکنم بگم و خلاصه کنم به آدم‌ها، بگم که مجموع این اطلاعاتی که مثلا تو این مقطع به دست آوردم خلاصش اینه. مخصوصا راجع به تغییراتی که دارن تو اقتصاد میدن، مثلا همین نرخ بهره و اینا که این روزا خیلی داغه. و همزمان من سعی کردم اون مدرسه بیت کوین یه مقدار بزرگتر از شخص من باشه و یه ادمین های بیشتری داریم. یکی از افرادی که اونجا زیادتر مطلب میفرسته غیر از من زیاست، که همزمان گروه خودش رو اینا رو هم داره. و اگر بخوام در فضای فارسی بگم که به دانش یک نفر 100% اعتماد دارم، همین زیاد خودمونه. و چون من خیلی آدم سختگیری هستم، ذات کار من اینه که من باید اشکال بگیرم دیگه از تحقیقات دیگران و اینا، خیلی خیلی سختگیرم. برای همین اینه که همش به دنبال اینم که در واقع چیزایی که اشکال توش نیست رو پیدا کنم. و عرض کنم که توی مدرسه بیت کوین چیز هم داریم، رومای کلاب هاوس هفتگی هم داریم. بعضی هفته ها خب کار و درگیری هست نمیتونیم، ولی ترجیحاً هر هفته برگزار میکنیم. اونم یه شنبه ها ساعت 10 شب ایران باید باشه، که مثلا الان تایمش بوده و خب چون با هم صحبت میکنیم برگزار نشده، ولی اونجا هم در واقع همینه. سعی میکنم این که بچه هایی که واقعا دانش دارن و باسواد هستن و اینا رو بیاریم اونجا و بدون وارد شدن به بحث های بیمزه چجوری بگم، قماربازی هایی که تو این فضا خیلی اتفاق میفته، اطلاعات درست بدیم به آدم. خب البته دانش خودم الان محدوده و برای همین باید، و این فضا هم خیلی فضای بزرگیه، همونجوری گفتم چیزای علوم مختلفی رو آدم باید بدونه، واسه همین این رویکرد گروهی به نظر من درسته اینجا. ولی در کنار این یک پادکست هم همونجوری گفتی بیتکوین رو تازه ایجاد کردیم و این در واقع ادامه همون کار برای کار فعالیت آموزشیه. که یه اشکالی که من تو این فضا میبینم اینه که همونجور که گفتم پیدا کردن اطلاعات خیلی مشکله، همه چیز هست ولی اینقدر مهمل هم مخلوط شده با اطلاعات خوب که طول میکشه. یعنی آدم ها شاید چندین سال برن دنبال یک خیابون، یک کوچه اشتباه و گمشن اونجا. برای همین من که خلایی میبینم اینکه یه نفری واقعا بیاد که مطالب آموزشی رو جمع بکنه و ولی خب زمان و انرژی زیادی هم میبره، برای همین اینم یه مقدار کار ما رو کند و محدود میکنه. اما مثلا یکی از کارهایی که داریم کنار این میکنیم، به غیر از اینکه پادکست رو انجام بدیم و کم کم یاد بگیریم که با تکنولوژی و اینها چطور کنار بیاییم و بالاخره پادکست ران کردن یه مقدار چیزم میخواد دیگه، همونجوری که خودت قطعا میدونی.
اسکیل و چیز خودشو داره. تا اینو آموزش ببینیم همزمان داریم یه کاری هم انجام میدیم، یه سری کورس تهیه میکنیم. من الان همین یکی دو هفته است که یک کلاس حدود یک ساعته راجع به مفهوم پول تموم کردم، ضبطش کردم، آماده است، فقط باید بذاریمش روی وبسایت و اینها، که در واقع اونجا یک ساعت فقط راجع به این که مفهوم پول چی هستش و کارکردش در اقتصاد چی هستش صحبت میشه، که در واقع اون زیربنایی که یه نفر برای فهمیدن بیت کوین لازم داره رو اونجا بسازه. و البته بعد اینو گسترده میکنیم راجع به تاریخچه پول و تاریخچه سیاست پولی در آمریکا و سیستم بانکداری و اقتصاد بیت کوین و اینها، کم کم میچینیم میره بالا. و در کنارش هم بحث‌های دیگر رو مثل بحث‌های فنی‌تر و اینا رو، یا اصلا امنیت و نگهداری بیت کوین می‌خوام جمع بکنیم، و این در واقع بشه که منبع آموزشی خوب که آدما با حداقل وقت بتونن چیزایی که مفید رو به دست بیارن. ضمن اینکه طبیعتاً هیچ کس نمیتونه همه اطلاعاتو داشته باشه، ولی خب اونقدر که میتونیم سعی می‌کنیم که جمع بکنیم اینجا. منبع فعالیت هم آره همینجاست. خیلی خوبم وقت میکنی ها. هم مدرسه بیت کوین رو داری که مطلبات رو میبینم طولانیه، هم فضای توییتر رو داری، هم کارت رو داری و به سنت هم میخوره که شاید خانواده هم داشته باشی و اینها، کلن همه اینها در کنار هم خیلی فکر میکنم. همون من بخوام خودم یک ساعت در مورد پول صحبت بکنم، به خاطرش باید که دو سه هفته تحقیق بکنم. این کورس هایی هم که میذاری زمان زیادی مطمئنن داری واسه شو میذاری. منم حالا یه سری دوست شت کوینر متاسفانه خیلی زیاد دارم و اینها رو برای اینکه به راه راست هدایت بشن به سمت شما خواهم فرستاد، مثلا اینا که چون که زبان انگلیسی هم هستن همین جوره قابل دسترس هستن برای همه افراد، برای افراد بیشتر اینا همه افراد. خیلی ممنون که وقت در اختیارمون گذاشتی و خیلی هم ممنون که با وجودی که با زمان لایو گذاشتن مدرسه بیت کوین تداخل پیدا کرد، باز این زمان رو در اختیار ما قرار دادی. امیدوارم که بتونیم باز هم داشته باشیم. خیلی صحبت‌های زیادی هست که میشه بیشتر واردشون شد و دوست دارم که در موردشون صحبت بکنیم. انشاءالله رند 2 و 3 و اینها هم با هم داشته باشیم. حالا من چون که اینقدر علاقه دارم به این موضوع که وقتی وارد شیم دیگه از هر دری میتونم یه ساعت برم و عذر میخوام اگر طولانی شد، ولی به هر حال امیدوارم که کسی که گوش میکنه براش جالب باشه. استفاده بردیم، خود آخونده مستفیض شدیم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از وقتت. پیروز کامیاب باشی. ممنون از دعوتت. شکر. امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه. اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید لطفاً ویدیو رو لایک کنید و عضوی از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدید بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه. اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست گوش میکنید و دنبال میکنید، لطفاً باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. مخاطبین بیشتر و ارزیابی های مثبت‌تر به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن. همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره، لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست. البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و اکانت های پیپل دسترسی دارن. همچنین اکانت پیپل من و QR کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید. اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست، همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.